تشکر از حضور عالی جناب سجانوس و شما عالی جنابان، پیشنهاد میکنم به نامه پروکراتور پیلاتس گوش فرا دهیم. درود بر قیصر تیبریوس کبیر. پروکراتور فلسطین پس از تقدیم تحیات ویژه به پیشگاه سنای معظم با استناد به نص صریح مجموع قوانین حقوقی مصر درود بر قیصر تیبریوس کبیر. پروکراتور فلسطین پس از تقدیم تحیات ویژه به پیشگاه سنای معظم با استناد به نص صریح مجموع قوانین حقوقی مذهبی شهروندان آزاد و اتباع مستعمرات امپراتوری، ضمن جلب عنایت اعضای محترم سنا، استدعا دارد تا ماده قانون ویژه‌ای متضمن بر دو تبصره به شرح زی به رأی گذاشته شود. ماده قانون: تشدید مجازات مرتکبین هر گونه اختشاش مذهبی در سرتاسر حوزه مستعمراتی فلسطین مشتمل بر ایالات یهودیه، جلیل و سامریه. تبصره یکم: هر یک از اتباع درجه یک و درجه دو ساکن این مستعمره که قائل به الوهیت و یا فرزند خدا بودن عیسی ناصری اهل ایالات جلیل باشند و اقدام به تبلیغ چنین عقایدی نمایند، از نظر قانونگذار مرتکب بزه ضد امنیتی و عصیان علیه مصالح عالیه روم شده و به اشد مجازات محکوم خواهند شد. تبصره دو: هر گونه تجمع، تحریک و یا دعوت شهروندان و اتباع بومی این مستعمره به اختشاش در باره عیسی ناصری ممنوع و مستوجب تعقیب قانونی خواهد بود. روم جاوید باد. پروکراتور کل مستعمره فلسطین، جنرال پانتیوس پیلاتس. شما چیزی دستگیرتون شد سناتور عزیز؟ من که چیزی سر در نیاوردم. منم همینطور. عالی جنابان، عالی جنابان، ما در تماشاخانه که نشسته ایم. لطفاً رعایت ادب مجلس رو بکنید. کومودوس عزیز، به عظمت جوپیتر قسم میخورم، من تا به امروز چون این فکاهه بدی نشنیده بودم. جناب کومودوس، شما چطور؟ نماینده روم در اونجا جنرال پیلاتسه. پس هر گونه اختشاش و یا آشوب در یهودیه متوجه شخص ایشونه، نه کس دیگه. این دیگه چجور جنرالیه؟ آفرین، آفرین. اگر امروز به تماشای بوزینه‌های سیرک بزرگ روم می‌رفتم، به قدر دیدن چنین صحنه‌ای در این مکان لذت نمی‌بردم. الحق چنین مجلسی مایه افتخار امپراتوری شکوهمند ماست. عالی جا، بقیه‌شو من می‌خونم. به استحضار سنای محترم میرساند. در فلسطین قریب به 2 سال است مردی ظاهر شده که تا زمان نوشتن این مکتوب موجود است. مردی است واجد نیروهای فوق بشری و اقتداری عظیم. عبرانیان وی را پیغمبری بزرگ آمده از جانب خدای نادیده خودشان میدانند و شاگردانش او را روح الله میخوانند. نامش عیسی مشهور به مسیح است. مردگان را زنده می کند و بیماران را از هر مرضی شفا می بخشد. شخصی است میانه بالا که نشانه های عطوفت و اراده
از وجناتش آشکار است، به طوری که هر کس او را می‌بیند مجذوب وی شده و محبتش را به دل می‌گیرد. موهایش اصلاً به رنگ طلا و صاف است، پیشانیش نرم و میانه، روی و بینی و دهان او را عیبی متصور نیست. بشرش مایل به سرخی است، ریش یک دست و کاملی دارد به رنگ موهایش. چشمانش کبود رنگ و درخشان و چون کسی را سرزنش و توبیخ کند بسیار ترسناک و با هیبت به نظر می رسد. با این وصف در پند و موعظه و تعلیم مردم بسیار ملایم و شیرین زبان است. کسی خندیدن وی را ندیده، ولیکن بسیارند کسانی که گریستنش را دیدند. شخصی است دیرگو و کم سخن و از تمام هم نوعان خود خوشرو و خوشمنظرتر. پروکراتور فلسطین امیدوار است در توصیف مشارع لی نکته قابل تأملی را از قلم نینداخته باشد. حال دیگر حکم سنای روم است. جالبه. جناب کومودوس، استنباط شما از مفاد این نامه چیست؟ من؟ نمیدانم. فقط فکر میکنم پروکراتور فلسطین بیش از حد لازم خودشو درگیر دیوانگی های مذهبی این مستعمره کرده. همین. شما میخواستید چیزی بگید سناتور فلاویوس؟ عالی جا سجانوس، ریاست محترم، در تمام طول تاریخ موجودیت این مجلس هرگز مشابه چنین درخواستی از ما نشده بود. البته من به هیچ عنوان معترض وجهه مذهبی قضیه نیستم، ولی به اعتقاد من تصویب این ماده قانونی و تبصره های پیوستیش به هیچ عنوان به لحاظ مفاد وجاهت عرفی و قانونی ندارد. تذکر به جایی بود سناتور. درسته، این لایحه فاقد هر گونه مشابهت تاریخی است، اما دست کم این امتیازو داره که مفاد اون به زیان قوانین جاری و ساری امپراتوری است. من به قدر کفایت با قوانین مذهبی در رابطه با حقوق شهروندان روم و اهالی مستعمرات آشنا هستم و همین دلیل در اون هیچ تناقضی نمی بینم. در این نوشته منظور پروکراتور پلسطین به حد کافی گویاست. لابد گروهی متعصب مذهبی به عنوان طرفداری از یک کاهن یا زاهد گوشه‌گیر قصد ایجاد بلوا و آشوب داشتن با این شخص عیسای ناصری. مگر نیست کسی بهش بگه خدا یا پسر خدا؟ این احتمال باید نیست هست. اما سنا مایل بدونه که پروکراتور برای مداخله در حوزه علایق مذهبی مردم مستعمره چه الزام قانونی داشته؟ پروکراتور حسب مسئولیت‌های مصرحه در شرح وظایفش عمل کرده. او با تنظیم این لایحه و به خاطر کسب اجازه از سنا خواسته که مانع از ایجاد هرج و مرج مذهبی جنون‌آمیز در سرزمینش بشه. هرج و مرج در ناآرام‌ترین مستعمره روم یعنی فلسطین. عالی جا سجانوس، نگرانی روم هم از همین بابته. هرگونه اقدام نسنجیده‌ای از جانب پروکراتور میتونه
میتونه موقعیت متزلزل روم بر فلسطین رو دستخوش لطمات جبران ناپذیری بکنه. جای نگرانی نیست سناتور. برای شخص من جنرال پیلاتس همواره به عنوان تمثیل مجسم درایت و دوراندیشی قابل ستایشه. آیا شما جناب کامودوس با این استنتاج من موافق هستید؟ شاید. بله بله، به احتمال قوی. بله بله بله. پس دیگه سنا برای عدم اجابت درخواست پروکراتور لایق ما چه دلیل موجهی میتونه داشته باشه؟ موافقین با تصویب این لایحه دستاشونو بیارن بالا. تصویب شد. یکی باید به داد ما بدبخت ها برسه. آقای آقا به ما رحم. حتی خدا به گداهای مفتخور رحمش نمیاد. اما ما گدا نیستیم، مصیبت زده ایم. ما کشاورزیم، از کفرناحوم تا اینجا اومدیم که بهتون بگیم تیغ قحطی روی گردن هم ولایتیامون آویزونه. آفت کل محصولمونو از بین برده، بیچاره شدیم. شایدم خدای عبرانی فراموشمون کرده. کف نگو پسر. از ما چه کاری برمیاد؟ ما خادمان شریعت، وظیفمون تفسیر کتاب مقدسه. نصر و کل زدن با آفات زراعت دهاتیا. شاید بله، حکمن مرتکب معصیتی شدین که خداوند بهتون غضب کرده. پناه بر خدا. معصیت؟ غضب؟ های فریسی بیمرافت بیست. من میرم اونجا. آره برو تناوه رو بیار. کام برو دنبال الوار، سرستون رو بیارین. حواظه باشین، حواظه تو جمع کن. صبر کن ببینم. کدوم مسیحیت؟ اطفال ما گرسنه‌اند. این چه کهانتیه که تا وضع کشت و کار ما برقراره واسه گرفتن عشریه بهمون وعده رحمت خدا رو میده، ولی همچین که محصولمون خراب شه ما رو به غضب خدا حواله میکنه. یعنی اینجا فریاد رسی نیست؟ گوش کن جوان، به حق این هیکل مقدس من راستشو بهت میگم، مقابله با آفات و مصائب آسمانی و زمینی هیچ دخلی به ما نداره. حالام تو رو خدا یقه منو ول کن، بذار برم. اولش هم نباید به این شغال‌های لونه کهانت دل می‌بستیم. دیدی؟ من که بهت گفتم داریم وقتمون رو تلف می‌کنیم. شمعون! شمعون! به دادمون برس برادر. چی شده زران؟ ببین چرا اینقدر آشفته‌ای؟ تو ما رو می‌شناسی، پس تو رو به خدای همین هیکل مقدس قسمت میدم به حرفام گوش بده. شمع گوش میکنم. وضعمون خرابه، آفت به محصولمون زده، بیچاره شدیم، کمکمون کن.
منم آدمی هم مثل خوده زرا، کاری از دست من بر نمیاد. اما یه کسی اونجاست که شاید بتونه برات کاری بکنه. اون پیغمبر جلیل؟ اونو میشناسی؟ همون غذایی برای خوردن ندارم، علوفه هم برای احشاممون نداریم، داریم فنا میشیم. دوست داشتم یه چیزی رو بفهمم. چی رو استاد؟ که این مرد همونیه که میگن؟ کهانت امانشو بریده؟ کهانت؟ خداوند بی دلیل از انسان روی بر نمیگرده و دلیل روی گردانی خداوند از آدمی گناه است و گناه زاییده جهالت آدمی است. جز این نیست که این عقوبت به خاطر گناهی است که مرتکب آن شده. ولی کدوم گناه؟ این که فریب شیطان را خوردند و گفتند که من فراتر از یک انسان. گناه این بچه ها چیه؟ تا دروی محصول چقدر وقت باقی است؟ 20 روز سرورم. آره 20 روز. تا 20 روز باید روزه بگیرید. شاید خداوند به اطفال شما رحمت آورد. ای مردم، شنیدین که استاد چی گفت؟ همه تون برگردین کفرناحوم و به همه بگید که عیسی ناصری پیغمبر جلیل گفته که همه باید 20 روز روزه بگیرن. برگردین کفرناحوم. خدایا پناه بر تو. تمنا میکنم استاد، بیایید ازش بپرسید. بپرسید؟ چی رو بپرسید؟ شاید پسر مریم بتونه به ما بگه که بالاخره کی و به دست کدوم قدوس این معبد تکمیل میشه. پسر مریم؟ اون بچه نجار از علم غیب چیزی نمیدونه. نکنه راست راستی خیال کردین با آدمی مثل داوود نبی طرفی؟ ولی مردم میگن اون یه پیغمبره. اونا درباره خاله‌زاده این مردم همینو میگفتن، پیغمبر. اگه درست فهمیده باشم سخن تو به معنی انهدام این معبد مقدسه. به ما بگو ای پسر پیغمبر جلی، چه خطایی از بنی اسرائیل سر زده که اراده خداوند بر نابودی هیکل مقدس سلیمان قرار گرفته؟ آری، در این مکان سنگی بر روی سنگی گذارده نشود جز آن که به زیرش افکنند. ولی همان پیامبران گذشته به ما بشارت داده بودند که زمین این معبد به قدوم خجسته مسیحا پیامبر موعود متبرک خواهد شد. آری، لیکن پس از ویرانی عظیم این بنا به دست بیگانگان از شریعت مقدس، بیش از من نیز تورات از آنچه در انتظار این معبد است خبر داده. و بعد زمین این مکان
سجدگاه امت پیامبر موعود خواهد شد، همان که شما او را مسیحا می نامید. استحکام مصالح این امارت و دقت مهندسی اون حتی از معبدی که در عهد سلیمان ساخته شده هزار بار بیشتره. با این وجود چه کسی در عالم قدرت ویران کردن این معبد رو داره؟ ها؟ و من باز به شما میگویم که این معبد چنان ویران خواهد شد که دیگر بار هرگز به دست بنی اسرائیل ساخته نشود. بیا و بنگر. آی بگذاری به دامان حق، ها مکشید از خط فرمان حق، گر بگریزی ز خط کلیم، بر سرتان آید عذابی عظیم. این همه خودخواهی و پستی چرا؟ مذهب گوساله پرستی چرا؟ کوه شما سخت مشوش شود، معبدتان طعمه آتش شود. زول شما را به تباهی کشد، روز شما را به سیاهی کشد. باغ شما باغ ولی بی ثمر، قوم شما قوم ولی در بدر. چشم شما چشم ولی بی فرود، قول شما قول سراسر درود. پای به سر غرق خسارت شوید، طعمه چنگال اسارت شوید. دست شما دست ولی بی صدا، دین شما دین منهای خدا. حاصل ترویج شکمبارگی چیست به جز قحطی و آوارگی؟ چه اتفاقه؟ وحی میباعث شده که آجودان وفادار من صبح به این زودی بیاد اینجا. قربان، پروکنسول فیلیکس نماینده جنرال ویتریوس اومده، میخواد شما رو فوراً ببینه. فیلیکس؟ فیلیکس؟ نماینده ویتریوس؟ نفهمیدی برای چه کاری آمده اینجا؟ یه چیزایی درباره پیغمبر جدید جلیل میگفت، مثل اینکه سر و صدای این موضوع تا مرزهای بین النهرینم رسیده. قربان، نه، این نمیتونه علت اصلی واقعه باشه. من ویتلیوس رو حتی از پدرشان بهتر می‌شناسم. در آخرین دوره جنگ‌های امپراتوری با ژرمن‌ها، من و اون در یک لژیون خدمت می‌کردیم، خوب می‌شناسمش. بذار اینجوری بهت بگم. چیزی که شخصی مثل فیلیکس رو نگران کرده، جریان سیلاسای پول‌های انگفتیه که همه ساله از معبد اورشلیم آید اربابش ویتلیوس میشه. همین. حالا نمیدونم تو تا چه اندازه ویتلیوس رو میشناسی؟ نه چند زیاد. همینقدر میدونم که چند سالی جنرال ویتلیوس فرماندهی تیپ 12 فولمیناتا رو در مستعمرات آسیای امپراتوری بر عهده داره و چندین شورش رو در انتاکیه و آشور با موفقیت سرکوب کرده. قاطعیت ایشون همه جا زبان زده. قاطعیت؟
قاطعیت. به نظر من اون لایق و سزاوار دریافت لقب راهزن عیاش، همینو بس. اون نگران صندوق خالیش آدریان و اعتبار کاذبی که وحشت داره هر آن از دستش بده و مترصد پیدا کردن بهانه است. چه بهانه ای فعلا بهتر از عیسی ناصری؟ من احتمال میدم پروکنسول فیلیکس به قصد اقدام عاجلی در ارتباط با همین شخص به اینجا آمده. اقدام عاجل؟ اون احمق خلق و خوی این مردم رو نمیشناسه، همینه بس. اقدام عاجل؟ اجازه بدین اون هر کاری رو که دوست داره و صلاح میدونه انجام بده. بسیار خوب، من با تو موافقم، انجام بده. ولی بذار با عیسی مواجه بشه تا سر عقل بیاد. خب، حالا بگید بیاد. پروکنسول فلیکس، نماینده ژنرال ویتلیوس از تیپ 12 فولمیناتا. خیلی خوش آمدید جناب پروکنسول فلیکس عزیز. در وضع رقتبار این سرزمین نفرین شده، توفیق پذیرایی از یک میهمان، اون هم نماینده ویتلیوس بزرگ، برای ما کمتر از سپری کردن تعطیلات تابستانی در روم نیست. من برای تعطیلات به اینجا نیامدم جنرال. با این حال از حسن استقبال شما متشکرم. اما واقعیت اینه که اخبار نگران کننده ای باعث شد که سرور من جنرال ویتلیوس منو به اینجا بفرستم. اخبار نگران کننده؟ جناب پروکنسول عزیز، من که فکر نمی کنم از دمشق به این طرف سرزمینی به آرامش اینجا پیدا بشه. آرام به آرامش یک قبرستان؟ نه، گزارش ها اینطور نمیگن. همه چیز در اینجا حاکی از یک شورش قریب الوقوعه، یک قیام مسلحانه ملی یهود علیه روم. قیام علیه روم؟ اونم در اینجا؟ نه نه جناب پروکنسول، اشتباه میکنید. من در جایگاه پروکوراتور و نماینده قیصر تیبریوس به شما اطمینان میدم که در اینجا به جز یک مشت مردم سرگشته و حکومتی سر به زیر و مطیع امپراتوری چیز دیگری یافت نمیشه. نه نه، این ظاهر قضیه است. همه جا شایع شده که عیسی قصد داره خودشو پادشاه اسرائیل معرفی کنه. پس این اخبار تا اونجا هم رسیده؟ عجیبه، مسخره است. ما فکر میکردیم در سر تا سر قلم رو امپراتوری این مردم یهودی هستن که مشتری پروپا قرص قصه های خرافی هن. حالا معلوم میشه که در دنیا آدم های خرافی کم نیستن. تا وقتی دامنه ی خرافه پرستی مردم محدود به شفا گرفتن کورها و کرها و حتی زنده شدن مرده ها باشه، وقت سیاست ما بی‌طرفی و عدم دخالته. اما وقتی کار به تحریک مردم به شورش و ادعا بر سر تاج و تخت برسه، بحث فرق میکنه. جنرال ها تا چهد از ماجرا خبر؟ بیش از اندازه. برای همین منو به اینجا فرستادن تا ببینم شما چه اقدامی کردین. همه چیز در اینجا حاکی از یک شورش قریب الوقوعه. هر گونه تجمع و اختشاش به خاطر عیسی ناصری در هر نقطه از یهودیه با عکس العمل بسیار شدید قوای امپراتوری مواجه خواهد شد. این فرمان فرمان مستقیم سنای روم. که اینطور. الان در اینجا کل نیروهای تحت فرماندهی شما چند نفر هستن؟ آدریان قربان، سرجم 800 نفر سربازم که تحت فرمان یک تریبون خدمت میکنن. البته اینها فقط وظیفه حفاظت از اورشلیم رو بر عهده دارن. یک تریبون نیرو؟
یعنی کافی هستم؟ توان رزمی سربازاتون در چه حدیه؟ جنگ آزمودن یا تازه کار؟ مزدورم یا شهروند رومی؟ کل نیروهای ما در یهودیه 3000 نفره، همگی کهنه سربازن و بیشترشون از اهالی سامری هستن. سامری ها قابل اعتمادن؟ لابد میدونید جناب پروکنسول عزیز که برخلاف قوم یهود، سامری ها با میل و رغبت بیشتری به میان ارتش ما میان. علتش هم مناقشات مذهبی قدیمی است. سربازان سامری در مقابل با شورشیان یهود حتی از ریختن خون بچه ها و زن های اونها هم ابایی ندارن. اینو با اطمینان میگم. من با این عبرانی های شپشو سر شوخی ندارم. شما موظفید به دور از تعصبات نژادیتون علیه این مردم به این قائله خاتمه بدید به هر نحوه ممکن. خب اون الان کجاست؟ در اورشلیم. در معبد؟ میشه همون جاها پیداش کرد. البته اگه بخواهید میتونیم ترتیب ملاقات شما رو با ایشون بدیم. نه نیازی نیست، من خودم به اونجا میرم. راستی یک سوال دیگه، هرچند شاید کمی مسک به نظر برسه، بگید ببینم آیا به نظر شما افکار این واعظ دورگرد قابلیت جذب شهروندان رومی رو هم داره؟ بعید نیست که دامنه شهرتش از مرزهای فلسطین گذشته باشه، کمانچه گذشته. با اون که قبل از او عقاید پیروان زرتشت و مانی هم در قلمرو امپراتوری رخنه کرده، ولی به نظر من یه مورد استثنایی محسوب میشه. با توجه به اینکه دشمنانش رو یک ساحر می‌نامند. شما چی میگید؟ من باید اعتراف کنم جناب پروکنسول که تا به حال در مورد هیچ کس به اندازه او تحت فشار واقع نشدم. بهتر نیست با کشتنش به این قائل خاتمه بدین؟ اعضای شورای سنهدرین قبل از ما این کارو کردن و نقشه قتلش رو کشیدن. از ما کمک خواستن ولی به تنهایی مثل اینکه جرأت این کارو نداشتن. از چی میترسن؟ لابد از مردم میترسن. که این من دستگیرش میکنم. به چه اتهامی؟ پیاده نظام تریبون دژ آنتونیا در رکاب شما، هر موقع که مایل باشید. نه لازم نیست، من با سربازای خودم به اونجا میرم. یه مطلب دیگه، اورشلیم اونقدر هم که فکر میکردم کسل کننده نیست. به امید دیدار. به امید دیدار دوست.